سال دوم رو که به سال کش دیروز بود میخواستم ببینم که شما مستحضر هستید که الان بعد از اینکه مدتی از آغاز به اصطلاح جنگ مسلحانه در داخل ایران میذاره، برخی نیروهایی که در این جنگ دخالت دارن و در برابر رژیم ایستادن اینها رو مورد انتقاد میدن که به اصطلاح درست نیست ادامه جنگ مسلحانه دادن سران رژیم. مثلا که نظر حضرت عالی به عنوان مجتهد اسلامی در این مورد چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من از همون سابقم که اینها شروع کردن به زدن اونها و تخلف از وعدهایی که دادن و مقدمات ایجاد اختناق و ایجاد فشار و کنار زدن ها، من همون وقت می نوشتم در مقالاتم که منتشر می شد می نوشتم و به اینا هشدار می دادم که این برای هم حکومت خودتون واجع انگیزه، هم برای اسلام و مسلمان ها و این منجر به خونریزی ها می شه، هیچ برو برگرد نداره. ما یه وقت حالا مسئله شرعیش هم عرض می کنم، اما ما باید قبل از حتی مسئله شرعی، ما که مدعی هستیم که مسلمانیم، مدعی هستیم که میخوایم اهداف اسلامی رو تحقیق بکنیم، مدعی هستیم که وفادار به احکام قرآن هستیم، مدعی هستیم که حتی مدعی هستیم که ما همون حکومت نبی اکرم را داریم و میخوایم پیاده کنیم، ما باید عقلمون نباید کنار بذاریم. حتی خدا را توسط عقل پرستش میشه، خدا هم توسط تکالیف به خاطر عقل ما داده شده. ائمه ما همه مورد با هدایت کردن طرف عقل، وقت ما بیایم به اسم این که مثلا ما اسلامی هستیم و میخوایم اهداف اسلامی داریم و احکام اسلامی رو در محیطون پیاده کنیم و نمیدونم از این حرفا، بیایم عقلمون کنار بذاریم. پس خود شرع میگه با عقل کار کن، خود شرع کار کردن توسط عقل، فکر کردن، تعقل کردن، با روش عقلی کار کردن، از این علاوه بر این که وجدان خود انسان، فطرت خود انسان اقتضا داره، شرع هم همینو گفته که ما عمل کنیم. من اینا رو به اینها حتی حضوراً به همین خمینی چندین بار در نامه نوشتم، نامه‌هایی که منتشر نشده نوشتم، در نامه‌هایی که منتشر شده مقالاتم نوشتم، به خودش گفتم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام الله همین امر عقلی را در نهج البلاغه فرموده که به ظاهرا خطاب مالکشتره. اینا رو من متعدد والله به خمینی هم گفتم، هم نوشتم، هم دادم به روزنامه ها چاپ کردم که با خونریزی نمیشه حکومت. در همون مالکشتره دارن، در اون اهدای مالکشتره که با خونریزی نمیشه حکومت کرد. یعنی چه؟ اینجور توضیح داده بودم برای خمینی، یعنی اگه حکومت توقف داره به خونریزی بره کنار، بدون که با خونریزی نمیشه حکومت رو. و علت چه هم نوشته بودم، علت چه هم حضرت امیران رو فرموده، از خزا حضرت امیران رو فرموده، اما امر عقلیست دیگه که شمشیر که اون وقت شمشیر بوده، وقتی خون بریزی شمشیر ها رو از نیام در میاری، از قلاف در میاری، وقتی کشتی قرآن اون طرفت هم حرکت میکنه، وقتی اصله دست کرده که روی اون طرف تیر بارون که اون طرف ها دارداری، اون طرف هم بلند میشه و تو را کسان تو را همینجور قتل میکشه دیگه، و قهرن شور منجر به شورش میشه. حتی به خمینی من تذکر دادم که لبنان ثانی میکنه ایران را، بالاخره برمیگرده به جنگ داخلی یا اینکه خدمت شما عرض میشه که یه نحوه حرکت های تند دیگه ای مثل نحشه به کودت های چیزی و این هایی که الان خونریزی کردن پدرشون در میاد. پس اگه حضرت مولا علی که میفرماد، یعنی عقل میگه و مولا علی هم فرموده، یعنی اگه دیدی حکومت توقف داره به خونریزی، اصلا دست از اون حکومت بردار. پس یه امر عقلی قبل از این که ما حکم شرعی رو بیان کنیم، این عقلم شرعه، این حکم عقلی که شرع هم قبولش داره و مولا علی هم قبولش داره، این امر عقلی رو ما باید به اون افراد، به حتی خود این طاغوت ها، خود این ظالم ها تذکر بدیم. و اون اینه که توقع نباید داشته باشن، هیچ کس نباید توقع داشته باشه وقت که اون نظام شروع میکنه به کشتن از یک گروه یا از همه گروه ها،
شروع میکنه به کشتن، به تیر باران کردن، به ترور خیابانی و به زندان انداختن. نباید توقعش توشه که این از اون نکشن. این عکس العمل قهرشه. هزار بار با نصیحت کن، هر کاری کن، بیا دلیل و قرآنم بیا که نه، من بی خود در اون فلاسفه هم بنویسم که بله اینا بی اثره. دروغه، اولا دروغه اثر داره و ثانیاً این ذهنی صحبت کردن، ذهنی فکر کردنه. اونی که در خارج همین رو عشق میبینی وقتی او میکشه از اینا قهرن عکس العمل اینا رو میکشن و از قضا میتونن اینا حتی به تماسک با قرآن هم برای کاراشون بکنن. اذن الذین یقاتلون و انهم ظلمون. اذن از خدا، اذن اینجا من شهر دادم در اون قسمت جادم، اذن یعنی در اینجا تجویز، یعنی نه معنیش اینست که حرام نیست، این چون در مزان احرال این بوده که حرمت باشه، مردم خیال میکردن حرامه ولی ظلم شدی نباید آدم بکشی، آدم بکشی تعبیر اذن شده ولی فرمانه، یعنی دستوره، واجبه. اونایی که مورد قتل واقع میشن واجبه که اینا هم مبارزه کنن و اون هم عذر للجهاد جنگ کنن، مقاتله کنن، چون ظلم واقع شده، مورد ظلم واقع شدن. خب این دسته ای که میبینه مورد ظلم واقع شده هم وجد هم به طور طبیعی ولو متدین بهش دینی هم نبود عکس العمل نشون میداد. من افکرم گیدم خطاب به خود این خمینی کنم، توقع نهشت باش که وقتی میکشی نکشن، خب میکشن دیگه. و علاوه بر این که قرآن هم تشخیص کرده و اینا هم میگه ما معتقد به قرآنی، طبق این قرآن ما عکس العمل داریم نشون میدیم، هم عکس العمل فطری انسانیست که دفاعه، هم عکس العمل، هم این که این عکس العمل را تجویز هم شده در قرآن، اینا میگن. و عفت کردم حضرت امیرالمومنین همون امر فطری داره ذکر، باری به حکم شرعی نداره. اونجا حضرت به مالک اشتر می نویسته که بدون که با خون ریزی، ولو خون ریز افرادی که تو مضر می دونی، امینه بدون که هیچ حکومتی با خون ریزی نمی تونه پایدار باشه. پس اگه دیدی همون حکومت عقد نمیشه بدون خون ریزی، ولش کن حکومت را، ولی با خون ریزی که نمیشه حکومت کرد. اینا رو بکش، اونا رو بکش، اونا رو بکش، اونا رو بکش، من میخوام نظام اسلامی رو پیدا کنم. از این امکان عقلی نداره. پس مولا از امیرالمومنین اون امر فطری عقلی رو تذکر داده و قرآن کریم هم طبق اون حکم فطری اجازه داده. اذن للذین، یا دستور فرموده که این کار بکنن، اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمون، و اینا هم تمسک به این میکنن. و علاوه باز اینم خود شما یادتونه من برانم در ایران نوشتم، چه در مصاحبه هم گفتم، چه نوشتم منتشر کردم، چه در نامه نوشتم به اینها فرستادم که بابا رد الحجر من حیث جا، که اینم باز عبارت مال نهج البلاغه، تو قسمت آخر نهج البلاغه است. سالنامه های 7000 ساله آریای میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن، تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران، از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید.